بلایی که قرار سر تو بیاره، چون یار ندارن. زرتشتی میگه چقدر کلا تو بهایت الان 200 هزار تومان تو ایران ندارن. زرتشتی 100 هزار تومان ندارن تو ایران، اصلا ندارن. زرتشتی رو که نمیتونه به حکومت برسونن. توی اولاق شیعه بچه بسیجی و سپاهی رو باید این کارو کنن. توی اولاق باید هیجانی شی فریاد بزنی دیگه اسلام فلان، دیگه همه بر علیه اسلام تو دارن قیام میکنن. پس توی بسیجی و توی سپاهی گوسفند شیعه و سنی هستید که قراره که قیام کنید. شغب و جهل و ظلمت، هیجان، قفس خودتون خراب کنید، چون اونا نمیتونن قفس خراب کنن. و بعد یک زرتشتی رو به قدرت برسونن و that's it و that's it. و اگر نمیفهمی حرف منو به صدام حسین نگاه کن چجوری خوار شیعه رو سرویس کرد. بعد از کشته شدنش هنوز بوم کنار خیابون داره منفجر میشه، تجزیه شده کاملا، عراق تجزیه کامل شد، دوباره داره شکل میخواد بگیره. پس فرمانده تو بهای ازلی آقای سپاهی. یک گروه کوچک یهودی هن، آتیسای بی خدایی هن به قول خودمون، و زرتشتیه. آنچنان بهای ازلی ها برنامه رو چیدن که دیگه نطفه در ایران بهایی زادهی تولید نشه و یهودی نباشه که سرمایه داره و زندگی کنه مثل آدم. پس من تنها کسی هم که قبلش میگم گفتم. به هر حال همه داریم تربیت میشیم. من برای اینکه یک لیدر قدرتمند باشم و تو برای اینکه بفهمی یک لیدر قدرتمندی مثل من داری. به درود عزیزم. نشاشیده شب دراز. اگر ترکیه اونجوری نشد، عراق اونجوری نشد، خارمادر افغانها اونجوری نشد، تو هم قصر در میری. آسیا به نوبت است. به درود.